دیوار کاغذی. قاجارها نفت رو سال 1280 دادن به دارسی انگلیسی، چون خودمون نمیتونستیم استخراجش کنیم. ارزشش رو هم نمیدونستیم، پس به سالی 16% سودش راضی شدیم. انگلیسی ها اما کمتر از نصف مبلغ توافق شده رو به ما دادن. رضا خان شاه که شد، با سر و صدای فراوون اعلام کرد قرارداد دارسی غیر عادلانه است، پس اون رو لغو کرد. نیروهای رضاخان 4 سال مذاکره کردند. سال 1312 قراردادی جدید بستند و گفتند حق ایران رو پس گرفتیم. شرکتی جدید تأسیس کردند که در اون سهم ایران 20% شد. اما از 1312 تا 1328 این شرکت 895 میلیون لیر نفت فروخت و فقط 105 میلیونش رو به ما داد. و این پایان کار رضاخان بود. ولیعهد جای پدر رو که گرفت با مشکلات زیادی روبرو بود. از طرفی شرکت انگلیسی میخواست با قراردادی جدید منافعش رو در ایران مستحکم کنه. از طرف دیگه اعتراض علیه این قرارداد بسیار بود. محمد رضا شاهی ضعیف بود، پس مجلس تأثیرش بیشتر شد. سال 1328 با همکاری ملیگراها، فداییان و آیت الله کاشانی چند نماینده مستقل وارد مجلس شدند، از جمله دکتر مصدق و دکتر فاطمی. با پیگیری این نماینده ها سرانجام در آخرین روز سال 1329 مجلس قانون ملی کردن صنعت نفت رو تصویب کرد. اما دولت حسین علا جرأت اجرای این قانون رو نداشت. 12 اردیبهشت 1330 مصدق نامزد نخست وزیری شد و با حمایت نواب و کاشانی مجلس به او رأی داد. 14 اردیبهشت او به اداره ها و سازمان های دولتی اعلام کرد شرکت نفت ایران انگلیس منحله و اعتباری نداره. چرچیل نخست وزیر انگلیس هم روابط سیاسی با ایران رو قطع و کنسولگریشون رو تعطیل کرد. اما دولت ایران کوتاه نیومد. دولت مصدق بیانیه داد که ملی کردن صنایع حق مسلم ماست و مذاکره هم نمی کنیم. فشار بیارید صادرات نفت رو هم قطع می‌کنیم. روزولت از جانب آمریکا از ایران حمایت کرد و گفت اگه شرکت انگلیسی با ایران عادلانه برخورد نکنه ما نفت ایران رو عادلانه می‌خریم. شرکت انگلیسی هیئتی فرستاد تا بر سر 50-50 با ایران مذاکره کنه، اما ایران باز هم قبول نکرد. شرکت انگلیسی از ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. دادگاه لاهه به نفع انگلیس رأی داد و گفت ایران قرارداد داره و نمیتونه زیر قراردادش بزنه. ایران هم اعلام کرد صلاحیت دادگاه رو قبول نداره. انگلیس دیگه چاره‌ای جز تحریم ایران نمیدید. دولت انگلیس قانونی تصویب کرد که هر شرکتی نفت ایران رو بخره تحریمش کنه. شرکت‌های نفتی اروپایی ترسیدن و نفت ایران رو نخریدن. صادرات نفت قطع شد و ایران ماهی 40 میلیون دلار درآمد ارزیش رو از دست داد. آمریکایی‌ها دنبال نفت ایران بودند، اما با مقاومت مصدق رو آوردن به کشورهای حوزه خلیج فارس. عربستان و کویت 30 میلیون تن نفت بیشتر فروختند تا جای خالی ایران رو پر کنند. مصدق از دولت آمریکا درخواست وام کرد. آمریکایی‌ها قبول نکردند. مصدق ناامید از آمریکا پول و اوراق قرض منتشر کرد، اما بحران کنترل نشد. همزمان مصدق با حامیان سابقش درگیر شد و با اصرار رفراندوم برگزار شد و مجلسی رو منحل کرد که کاشانی رئیسش بود.
انگلیس و آمریکا که اوضاع رو مساعد می‌دیدند، کمتر از 10 روز بعد از انحلال مجلس در مرداد 1332 دولت ضعیف مصدق رو با کمی پول و تظاهرات چند ساعته گروهی اوباش سرنگون کردند. 10 ماه بعد هم دولت جدید در قراردادی جدید کل نفت رو 25 سال به شرکتی واگذار کرد که 40% انگلیسی بود، 40% آمریکایی و 20% هلندی.